دولت باراک اوباما با ارزیابی گزینه موسوم به حضور صفر خروج نیروهای آمریکا در افغانستان را پس از 2014 احتمال دارد ناگهانی تر از آنچه پیشتر مطرح شده بود به مرحله اجرا گذارد. نامیدی رئیس جمهوری آمریکا که از عدم پیشرفت دولت حامد کرزای در پیشبرد یک روند صلح و انجام طرحهای اصلاحات سرچشمه میگیرد موجب شده که احتمال گزینه حضور صفر نیروهای آمریکا در افغانستان مطرح شود. آنتونی کورتمن تحلیلگر علوم استراتژیک میگوید فشار بودجه آمریکا را به سبک سنگین کردن این گزینه واداشته است این در زمان بحران ملی بودجه مشکلی جدی در اختصاص نیروهای آمریکا ایجاد کرده و در فضایی که شما قادر نیستید به صورتی که لازم از پیش بروید سعی می کنید با یک متحد استراتژیک کار کنید در میان جورج نتال سخنگوی پنتاگون سهشنبه از صحبت درباره موضع وزیر دفاع آمریکا در مورد گزینه حضور صفر خودداری کرد و موضوع ناامید شدن از حامد کرزای را کم اهمیت جلوه داد ما به کار در این مورد ادامه می دهیم و برای رسیدن به توافقی با متحدان افغان هنوز فرصت هست خروج تا پایان دسامبر 2014 تکمیل نخواهد شد و البته ما بسیاری مسائل و مراحل را برای مداخله و دست به گریبان شدن از حالات تا آن موقع داریم از سوی دیگر هاورد مکیون رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا سه شنبه در بیانیه خطاب به باراک اوباما گفت سناریوی گزینه حضور صفر به موقعیت ما در افغانستان و موضع ما در قبال متحدان ما صدمه میزند و موجب جسارت طالبان و تضعیف روحیه نیروهای ما می شود. به سپس خواستار روشن شدن موضع رئیس جمهوری آمریکا در قبال گزینه حضور صفر در افغانستان شده است. آنتونی کورزمن <تصفح> در مورد خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان و خاتمه حمایت زودتر از موعد هشدار می‌دهد. آیا این ساختار می تواند در صورت حذف آموزش و توانمندسازی و حمایت و پول در هم ریزد؟ البته بی یقین این طور است. نیروهای افغانستان که در فصل جاری برای نخستین بار رهبری در جنگ را به عهده گرفتند تلفات سنگینی را متحمل شدند و مقامات آمریکا میگویند هر تصمیمی بر سر برنامه خروج نیروهای آمریکا به چگونگی روند این فصل از پیکار دارد شهلا راستی صدای آمریکا واشنگتن